دوم بهمن ماه 1324 تشکیل حکومت خودمختار کردستان ایران به رهبری قاضی محمد. ایران خانه من و سرزمین کردستان خاک موروثی اجداد من است. در اوایل حکومت شاه و اواخر جنگ جهانی دوم، مردم کردستان ایران مبارزات آزادی خواهانی خود را در ابعاد گسترده تری آغاز کردند. در این سالها جمعیت تجدید حیات کرد با نقش تعیین کننده قاضی محمد به طور مخفی تشکیل شد و شروع به فعالیت نمود. یک سال بعد بنا به پیشنهاد قاضی محمد، این جنبش با استفاده از استقبال وسیع توده‌ای به یک حزب علنی تبدیل گردید و طی بیانیه‌ای خواسته های خود را اعلام کرد. در آن بیانیه آمده بود: خودمختاری برای کردستان در چارچوب دولت ایران، زبان کردی به عنوان زبان رسمی، انتخاب فوری یک شورای محلی، بهبود وضعیت اقتصادی اجتماعی کردستان. اما حکومت فاسد مرکزی در مقابل جنبش حق طلبانی کردستان تلاش کرد با مارک تجزیه طلبی آن را بدنام ساخته و مانع از پیوند آن با جنبش سراسری مردم ایران گردد. به رغم این توطئه شینی ها در بهمن 1324 با استفاده از ضعف دولت مرکزی، خودمختاری جمهوری کردستان توسط قاضی محمد اعلام شد. قاضی محمد تلاش کرد که در مذاکره با دولت قوام السلطنه جمهوری مهاباد را قانونی کند، اما نتیجه ای نگرفت. تا سرانجام رژیم دست نشانده شاه در بهار سال 1326 شهر مهاباد را تسخیر و سران جنبش را که حدود 30 نفر بودند دستگیر کرد. حکومت روز دهم فروردین دستگیر شدگان و از آن جمله قاضی محمد را در میدان شهر مهاباد به دار آویخته و به شهادت رساند.